من فدایی سر موی امیر المؤمنینم، من دخیل بانوی، من دخیل چادر بانوی روز با پسینم. هر گرفتاری برایم روز میشند، ولی من روز خانه خانه روز خانه خانه مولای افلاک و برین، روز خانه خانه روز خانه خانه مولای افلاک و برین. من رعیت بودم و سلطان عالم با نگاهی، انتخابم کرد و زان پس ساکن کاخ گلینم. خواب دیدم ما و اختر ریخ بر دامانم، آخر گشت تعبیر همان رؤیا که امروز این چنین. من کجا و مادری کردن برای آل اسمت، عذر خدمت دارم و از روی زهرا شرمگینم، عذر خدمت دارم و از روی زهرا شرمگینم. گریه کردم پا به پای زینبم و پا کرد، عشق او با مهجر خود، عشق خود با آستین، عشق او با مهجر خود، عشق خود با آستین. داد یزدان مزد عشقم را به پای شیر یزدان، کودکی را که برای نوکری شد جانشین، قد کشید عباس با شیر من و نان ولایت، نان خوشبوی که خورد دست شاهنشاه دین. در حضور پاک اربابان خود آموخت این که من دازانو با ادب پایین سفره می نشینم، خورده نان مانده از آن سفره را دادم به عالم، عالمی حاجت گرفت از سفره ام البنین. آی خانومه، هر زمان دلگیر بود از غم حسینم، گفت مادر اول صبح آمدم عباس را اول ببینم، سایه سارانم یکایک از سرم رفتن، دو تنها زینب و کلثوم مرمل و حسین نازنین، تا علی اکبر و قاسم مرا خواندند مادر، با خودم گفتم که اکنون واقعا ام البنین. عاقبت لشگری از تیر گرفتارش کرد، به زمین خوردن در حلقم وادارش کرد، اولین مرتبهش بود نشد برخیزد، تنه
بی دست خجالت زده از یارش کرد، دستش افتاد و نیفتاد علم از دستش، رحم الله به شیری که علم دارش. ترک خشک لبش رو نمیانداخت به آه، غم چندین لب تا بر زده ناچارش کرد، آبرو در خطر و مشک به دندانش بود. آبرو در خطر و مشک به دندانش بود، تیر نامرد به یک طفل بدهکارش مادر داره برای بچهش لالایی میخونه، لالایی عموش بیاد مشک و علم به دوش بیاد، گلم با بوسه عموش خدا کنه به هوش. لالایی لالایی باباش بیا، لالایی قدیم یادته اینا خیلی خوبه، ارتباط عاطفی ایجاد میکنه. لالایی باباش بیا، سوار زول جناش بیا، صدای خنده گلم برای عمه هاش. لالایی خزون نیاد، هر مله با کمون نیاد، آتش به جونمون بسه، آتش به خیممون نیاد. لالایی بهار بیا، های امان های امان امونره سمت فرات، ابر تو آسمون بیا. لالایی فدا سرت، نیفته از نیزه سرت، لالایی بابا اومد از الغم هر کسی هر دردی داره، حاجتی داره، گرفتاری داره، اسباب رفع گرفتاری شد، امشب تو جلسه آقا قمر بنی هاشم فراهم بیاور. همه چی دست امام رضاست.
مرد و مردونه من خودم رسیدم. گفتن بهمون ولی باید بهش برسیم، گرمیش حس بکنیم. یه چیزی من متوجه شدم، بذار من سر رو فاش کنم، به من دیگه ندن، شما بریم بگیریم. هر موقع رفتی حرم آقا امیرالمومنین نگو من فلان حاجتو دارم، آقا از تلفت نگو من فلان حاجتو به امام حسین. پس چی بگیم ما؟ بگو من یه حاجتی از امام رضا خواستم، شما سفارش کنی زودتر به من بدن. این تکلیف حاجتت معلوم میشه. بعد موقع امیرالمومنین میگه عزیز دل بابا، این اومده به من گفته، به حسین هم گفته، به عباس هم گفته، کارش زود را بنداز. هر کی بخواد در خونه امام حسین بره فقط باید در کیروش باز کنه، عباس، همونی که هماهنگ کنه که عمو کیو راه بده امام رضاست. دیگه جا میری امنیتی در خونه امام حسین. درسته همینطوری میاد، بی سواد میاد، لات میاد، دانشمند میاد، من بی دیوونه بی سواد میام، ولی امنیت عشقی باید برقرار باشه. هر کسی رو راه نمیده. یه جا میخوای بری یه کسی که حراست امنیت عشقی اهل بیت دست آقا قمر بنی هاشم. من یه نفر مسئول حراست میگه عمو عباس این با ماست، بذار یه کربلا بره. کیا کربلا نرفتن؟ هر سال من میگم هر سال براتون گریه میکنم. واقعا شما هنو نرفتی؟ مظلوم صدا تو بکش.